شده است، همه چیز تمام شده است. در 60 دقیقه امشب میپرسیم آیا مشروعیت حکومت ایران زیر سوال است؟ این سوال من از یک تحلیلگر مسائل ایران و یک تحلیلگر اقتصادی در تهران است. همچنین در برنامه امشب عفو بین الملل میگوید که اعتراضهای ایران دست کم 143 کشته داشته و نگران است که شمار آنها حتی بیشتر باشد. لیست سفید به جای لیست سیاه، آیا ایران باز به دنبال قطع دسترسی به اینترنت است؟ ایران در تب و تاب صعود، پرونده فدراسیون فوتبال در دستان وکلای ویلموتس. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. طرفداران حکومت ایران امروز به خیابان رفتند تا پاسخ معترضان را بدهند بعد از سرکوبی دامنه‌دار و خونین همراه با بستن بی‌سابقه اینترنت در سطح ملی. فرمانده سپاه پاسداران در اجتماع امروز تهران موج اعتراض و ناآرامی اخیر را یک جنگ بزرگ جهانی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد. تلاشی برای توجیه استفاده از خشونتی که حتی شمار قربانیان را اعلام نمی‌کنند، احتمالاً به دلیل بزرگ و دور از انتظار بودن عدد کشته ها. ولی عفو بین الملل در تازه ترین ارزیابی از دست کم 143 کشته خبر داده. آیا اجتماع طرفداران حکومت توانسته لطمه اخیر به مشروعیت آن را جبران کند؟ مشروعیتی که یک دهه اخیر دست کم 3 بار در سطح ملی با اعتراضهای گسترده به چالش کشیده شده. بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از فرین عاصمی. شلیک نیروهای امنیتی در هفته گذشته به مردم از فاصله نزدیک در گرگان. این هم تصویر دیگری از تهدید معترضان توسط ماموران با اسلحه. این ویدیو هم مربوط به هفته گذشته است و امروز به دست بی بی سی فارسی رسیده. اینجا هم تهران است. اواخر آبان، اتوبان امام علی و حضور گسترده نیروهای امنیتی. شما مگه با مردم نیستی؟ تعداد بازداشت شده ها هنوز مشخص نیست. بسیاری از بازداشت شده ها به زندان فشافویه برده شدند. دادستان کل کشور گفته بازداشت شده ها وضعیت خوبی دارند و همه با خانواده هایشان تماس گرفتند، اما از آنها خواسته در بازجویی ها صداقت داشته باشند. این بانک هایی که آتش زدن، این مراکز سوختی که آتش زدن، پمپ بنزینی هایی که این افرادی را که کشتن، چاقو زدن، اینا را کی انجام دادن؟ یا اجازه بدید، یا شماها بودید، یا افرادی بودن شما رو تحریک کردن، یا افرادی بودن پشت پرده کارایی میکردن. حالا حسن خلیل آبادی رئیس شورای شهر ری گفته امکانات زندان فشافویه جوابگوی این حجم از بازداشتی ها نیست. او از مسئولان قضایی خواسته در شرایط کنونی توجه و رسیدگی بیشتری به این زندان داشته باشند. به گفته او جمعیت زندانیان در فشافویه پیش از این هم بالا بوده و امکانات لازم برای آنها موجود نیست. دستگاه قضایی کارش بیگیرو ببنده؟ بله. رئیس قوه قضاییه بر تعیین تکلیف بازداشت شده ها تاکید کرده و گفته با کسانی که در این حوادث تقصیر کمتری دارند باید برخورد متناسب صورت گیرد. احمد مازنی نماینده تهران هم خواسته ابتدا دادگاه متهمان علنی برگزار شود، نه اینکه اعترافات تلویزیونی آنها از صدا و سیما پخش شود. قانون اساسی که عنوان می‌کند دادگاه باید علنی باشد را زیر پا می‌گذاریم و غیر علنیش می‌کنیم. یا اگر هم علنی برگزار می‌کنیم فقط به برخی از رسانه‌ها اجازه انتشار می‌دهیم که این امر درست نیست. یا اینکه خارج از دادگاه یک حرف‌هایی را از افراد ضبط و پخش می‌کنیم. این کار با کدام قانون جور در می‌آید؟ همزمان امروز تظاهراتی در حمایت از حکومت در تهران و در چند شهر دیگر برگزار شد. مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفته مترو در این شهر امروز تا پایان مراسم راهپیمایی رایگان است. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران به آمریکا، عربستان، اسرائیل و بریتانیا هشدار داده اگر از خط قرمز ایران عبور کنند نابود خواهند شد. او گفته امروز ایران در یک جنگ بزرگ جهانی است، اما جنگی که در خیابان‌ها آغاز شده تمام شده. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران امروز گفته جمهوری اسلامی به دلیل کمکاری یا کم تجربگی نتوانسته دستاوردهای خود را برای نسل جوان توضیح دهد و در شناساندن چهره واقعی حکومت پهلوی به آنها خوب عمل نکرده.
در اعتراض‌های سال‌های اخیر در ایران از جمله اعتراض آبان 98 تعدادی از معترضان در حمایت از شاه سابق ایران و رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران شعارهایی دادند. حساب اختشاشگران همیشه جدا بوده، سوء استفاده کنندگان از بستری که برای اعتراض بوده جدا بوده. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم از حامیان معترضان خواست مسئولیت خود را بپذیرند. آقای موسوی از وزیر خارجه آمریکا که از معترضان خواسته بود برای او عکس و فیلم بفرستند هم انتقاد کرد. تعجب می‌کنیم از برخی کشورها که سطح سیاست خارجیشون، سطح وزیر خارجهشون، سخنگوشون یا بقیه که اینقدر نازل شده که درخواست بکنن که از بانک سوزی، ATM سوزی، از ساختمون سوزی براشون فیلم و گزارش تهیه کنن بفرستن. در میان معدود واکنش‌های بین‌المللی به اعتراض‌های ایران، روزنامه فرانسوی لوموند در شماره امروز خود تیتر 1 را به ایران اختصاص داده و نوشته رژیم به قیمت حمام خون خود را حفظ می‌کند. روزنامه فرانسوی لیبراسیون هم در تازه‌ترین شماره خود با چاپ تصویری سیاه به سرکوب معترضان در ایران واکنش نشان داده و تیتر اصلی خود را کشتار پشت درهای بسته انتخاب کرده. فرین عاصمی، بی بی سی. محمد رضا سبزعلی پور تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران از تهران با ماست و همینطور مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان. سوال اول رو از آقای مهدوی آزاد میپرسم. سه اعتراض سراسری در 11 سال آقای مهدوی آزاد، اون هم معترضانی که تا پای جان از خودشون مایه گذاشتن، کار مشروعیت حکومت به کجا کشیده؟ ببینید، یه مادر بزرگ من داشتم، شما هر بیماری میگرفتی، چه سردرد چه بیماری جدیتر، به شما گلگاو زبون توصیه میکرد. فکر میکنم هممون یه دونه از این مادر بزرگ ها داشتیم. واقعیت نستش که این تظاهراتی که امروز برگزار شد یکی از همین نسخه های مادر بزرگی است. یعنی چه تو خوزستان اعتراض میکنن که آب نداریم، چه دانشجوها اعتراض میکنن که آزادی میخوایم، چه جنبش سبز اعتراض میکنه که آقا رأی ما رو دزدیدید، الان اعتراض میکنن بنزین گرونه، 96 اعتراض میکنن پول نداریم. در هر حال حکومت سعی میکنه که یه برنامه واحدی نسخه مادر بزرگی داره، دوباره خیابون اتوبوس میچینه، یه سری آدم با اتوبوس میاره، یه سری پرچم میبره بالا و میگه که ما هم مشروعیت داریم هم مقبولیت. این یه پاسخ کهنه، این پاسخ مادر بزرگی واقعیت باعث شده که نه تنها مشروعیت جمهوری اسلامی، مشروعیت زیر سوال رفتش هر لحظه خرابتر بشه، بلکه باعث شده که دیگه شانسی هم، شانس چندانی هم برای عبور از این وضعیت نداشته باشیم. واقعیت این استش که اگر تا دو دهه گذشته اختلاف نظر بود بر سر میزان مشروعیت جمهوری اسلامی، اگر یک دهه پی گذشته بحث بر سر این بود که شاید مقامات ارشد نمیدونن، شاید مثلا آیت الله خامنه ای با وقایع آشنا نیست، یا شاید بخشای از قدرت جور دیگه فکر میکنن، فکر میکنم الان دیگه تقریبا تردیدی وجود نداره که مقامات جمهوری اسلامی، مقامات ارشد نظام هم شناخت دقیقی از وضعیت دارن. میدونن همین الان اگر قرار باشه طبق قانون اساسی ایران رفراندوم برگزار شه، بدون تردید اکثریت مطلق مردم، نه فقط 50% به اضافه یک، اکثریت بالای 70% مردم به این ساختار، من نمیگم حالا لزوما به جمهوری اسلامی، به این وضعیت نابسامان پر از فساد، خشونت ناقض کننده حقوق مردم، به این وضعیت نخواهند گفت. برای من فکر میکنم که دیگه جوابش لازم نیست از من یا کسی دیگه بپرسید، همه بر سر این موضوع از جمله مقامات ارشد و از جمله مقامات امنیتی نظام هم اتفاق نظر داشتن، که اگر اتفاق نظر نداشتن یا شک داشتن، هیچ لزومی وجود نداشت، هیچ لزومی نبود این چنین برخورد بکنن و این چنین بازی بکنن. خب آقای مهدوی آزاد، حکومتی که مشروعیت نداره، مشکلات اقتصادیش هم گسترده است، چطور میتونه دوام بیاره آقای مهدوی آزاد؟ این بحث دوام البته موضوع دیگری است. شما با ساختار، با جمهوری اسلامی، یک حکومت معمولی نیست، یک حکومتی است که بنمایه‌های مذهبی داره، بنمایه‌های ایدئولوژیک داره، بنابراین بخشی از مردم، شهروندان مذهبی، از اون تبعیت میکنن. نظمش یک نظم بروکراتیک عجیب و غریبه، حدود 350,000 فقط مدیر داره که اینا میتونن از حق مدیریت، از ماشین و راننده برخوردار باشن. بنابراین همون سیستم بروکراتیکش هم باعث شده که بریشه بدونه و از همه مهمتر پول نفت داشته، حالا نمیگیم الان داره، تا دو سال پیش داشته. بنابراین بحث بقا مسئله دیگه است. یه شانس دیگه هم که آورده، ایران یک طبقه متوسط بسیار بزرگ داره. چنین طبقه متوسطی حتی در ترکیه هم نیست، در خاورمیانه نیست، مگر در اسرائیل. یعنی شما 14 میلیون فارغ التحصیل دانشگاه ها دارید.
این 14 میلیون در سالهای گذشته وقایع مثل سوریه رو دیدن، وقایع مثل عراق رو دیدن، الان به دلایل متعددی بخشیشون حداقل ترجیح میدن، بر اساس رفتارشون میتونیم، بر اساس نشانه شناسی میتونیم بگیم، به یک نوع همزیستی مسالمت آمیز برسن. برای این بحث بقا چیز دیگری است. منتها من فکر میکنم این ماجرا در واقع رفتار واکنش حکومت به این اعتراضات، اشتباهات حکومت در پی این اعتراضات، نه خود اعتراضات، این باعث یک نقطه عطف رقم بخوره. گفتید پول نفت داشته، طبقه متوسط بزرگ داشته، 14 میلیون فارغ التحصیل داشته، صدها هزار مدیر. الانی که نشانه هایی وجود داره که گویا کفگیر خورده به ته دیگ، مشکلات اقتصادی وضع این حکومتی رو که اشاره کردید دوچار نوع بحران مشروعیت تا چه اندازه سخت میکنه؟ مسئله رو بسیار بسیار پیچیده تر میکنه. اتفاق اولی که میفته این هستش که بخشهایی از دهک های طبقه متوسط، در واقع دو سه دهک که پایین نزدیک به طبقات محروم هستن، اینا در واقع دچار بحران مالی میشن و سقوط میکنن به دهک های محروم. یعنی در واقع اگر تا الان میتونستیم بگیم سه دهک یا چهار دهک زیر خط فقر بودن، دو دهک زیر خط فقر مطلق بود، الان مقامات دولتی از جمله نمایندگان مجلس میگن حداقل 50% جامعه زیر خط فقر سیاه هستن، یعنی حتی در تامین مواد غذایی اولیه هم مشکل دارن. این به این معنی است که نوع سبک جدید اعتراضاتی که ما سال 96 داریم و حالا الان اوجش بود، یعنی ظرف 24 ساعت 100 شهر کشور 1000 تا بانک آتیش بزنه، از این به بعد در واقع به یک روال بیشتری تبدیل خواهد شد، بیشتر تکرار خواهد شد. نوع واکنش های حکومت، این مشتبهانی طبیعتا باعث میشه خستگی نیروی امنیتی، میگن نیروی امنیتی دچار خستگی بشن، بخشایشون دچار ریزش بشن، بحران مالی هم همچنین. در واقع این جور حکومت ها یه جورایی کارشون به امام زمان گره میخوره، یه بحران حاد، یک بحران جدی به سادگی میتونه اینها رو بشکنه و اتفاقاتی رو رقم بزنه که حتی مخالفین اون ساختار هم انتظار ندارن. خیلی خوب آقای علیپور، در حالتی که حکومت بر اساس بسیاری از ارزیابی‌ها با بحران مشروعیت روبروست، درآمدش هم محدود شده، میتونه به اوضاع و احوال، خصوصا اوضاع و احوال معیشتی مردم سر و سامون بده؟ با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. این که شما میفرمایید نظام دچار نامشروع شده و مشروعیتش از دست داده، این تلقی شماست از اینکه نظام ایران مشروعیتش از دست داده. 40 سال ایران نظامش پابرجا بوده و هنوز هم پابرجاست، اما اگر یک تعدادی اعتراض دارن به وضع موجود یا اینکه به مشکلات اقتصادی اعتراض دارن، این دلیل بر نبود مشروعیت نیست. در خیلی از کشورهای دنیا هم، حتی کشورهای اروپایی، اعتراضات مثل هنگ کنگ، حالا اروپا، مثل فرانسه، جاهای دیگه اتفاق میفته، اما اعتراضات مردم دلیل بر نامشروع بودن اون حکومت و اون نظام نیست. اما در ارتباط با این قضیه که خدمتتون عرض کنم، ایشون مثال گل گاو زبون رو زدن اول برنامه، چون بسیار شیرین این داستان رو تعریف کردم. خدمتتون عرض بکنم که گل گاو زبون همیشه و همه جا افاقه می کرده و اون درد رو، آرامش رو می داده، یا عرق نعنا دل درد رو به هر صورت یا نفر رو خوب می کرده. پس بعضی وقتا اینی که حالا راهپیمایی بوده است و اینها، این رو اگر به عنوان گل گاو زبون بخوایم مثال بزنیم، پس بعضی جا افاقه هم می کنه. پس زیاد این رو با اون مثال نزنید و قیاس مال فارغ تو این قضیه نداشته باشیم. منتها این مراتب میخوام خدمتتون عرض بکنم، مردم با نظام مشکل ندارن. مردم اگر مشکل دارن، مشکلشون با دروغه. مردم اگر مشکل دارن، مشکلشون با سوء تدبیره. مردم با دزدیه. یک سری مسائل هست، اینها باعث میشه که مردم به خیابون میان یا اینکه میخوان مشکلات خودشون رو به یه شکل دیگه ابراز بکنن. اینهاست که مردم رو آزار میدی. یک سری دروغ و سوء تدبیر از طرف کی آقای سبزعلی پور؟ یک سری از مسئولینی که توی کشور هستند و علل خصوص در بدنه اجرایی کشور، اینها مسئولینی هستند که متاسفانه حافظ منافع ملی نیستند، باندباز هستند و فقط فکر منافع خودشون هستند و متاسفانه روزمرگیشون شده دروغ گفتن. و خدمت شما عرض کنم که غارت هم که به هر صورت هست، بعضا شما هم میشنوید که حالا اختلاس های اتفاق. مردم میگن مایی که تو کشور ایران زندگی میکنیم، کشور ثروتمندی مثل ایران که میتونه چند کشور دیگر رو هم خیلی نور بده و ثروتمند بکنه، چرا باید وضعیتمون به این شکل باشه و به این شکل در بیاییم؟ مردم میگن این نظام باشه،
اما وضعیت ما بهتر باشه، سفرمون روز به روز کوچیک‌تر نشه، وضع معیشتی ما بهتر بشه، مردم مشکلاتشون اینجاست و برای این آقای علیپور سه بار اعتراض سراسری در سطح کشور برگزار شده، هر بارم با سرکوبی خونین دامنش جمع شده. چطور میشه گفت که مردم تفاوت قائل میشن بین بعضی از سیاستمداران و اصل حاکمیت؟ ببینید شما سه بار اگر اعتراضی هم در حالا سه دوره سه سال یا چند سال گذشته اتفاق افتاده، ما بخوایم این رو مثال بزنیم، هر زمانی که این اتفاقات افتاده، حالا این آخری شما بخوایم مثال بزنیم، بنزین رو، بنزین برای فقط و فقط بنزین نبود، مشکلات قبلی جمع شد به یک باره اینجا منفجر شد و یک عده اومدن. البته عرض کردم نبایستی یک سری اون ابراز ناراحتی های مردم رو با یک سری افرادی هم که از آب گلالود ماهی میگیرند و یک سری دزدی ها و غارت ها هم حتی تو این اتفاقات ما دیدیم رخ داد، اونها رو با همدیگه به عنوان اینه که اعتراض و بخوان مشروعیت رو زیر سوال ببرن تلقی بکنه. ما قبل از انقلاب در زمان انقلاب این همه تظاهرات شد و این همه حالا آتیش زدن یا اتفاق، هیچ وقت ندیدیم کسی دزدی بکنه در زمان دو ساله انقلاب، ولی الان میبینیم طرف اومده جلو فروشگاه مثلا زنجیره‌ای پوشک بچه داره به حساب بار میزنه میبره. خب این نشون میده که نه اعتراض داره نه مشروعیت نظام رو زیر سوال برده، بلکه این دنبال غارته، بلکه دنبال یک سری مسائل دیگه است. پس نبایستی مشروعیت نظام رو به خاطر اینکه یک عده‌ای که مخالفن اومدن تو خیابون، من هم مخالفم، اینایی که امروز اومده بودن تو خیابون اینها مشکل دارن، اگر از نصفشون سوال بکنی اینها هم از پول بنزینی که اضافه شده یا کوچک شدن سفره‌شون مشکل دارن، ولی اینکه میگن ما مشکلاتمون رو باید جای دیگه حل بکنیم، اینجوری نریزیم تو خیابون، برای وحدت اومدن. آقای مهدوی آزاد شما چی فکر میکنید؟ حالا این ما باید خیلی دقیق باشیم بدون راجع به چی حرف میزنیم. این مردمی که آقای سبزعلی پور گفتن من نمیدونم چیه، کجاست، ساعت ها صد ها ساعت فیلم از اعتراضات اومده بیرون، این چیزی که آقای سبزعلی پور میگفت هیچ کدوم از این مردم من نشدم تو ویدیوهاشون گفته باشن که مثلا ما با اصل نظام مشکل نداریم، با این مشکل داریم، با دروغ مشکل داریم. شعارهایی که میدادن خیلی روشنه، اساس سیاست خارجی ایران رو هدف میگرفتن، مشخصا پلاکارد های آقای خامنه ای رو آتیش میزدن، علیه روحانیت فوش میدادن، شعار میدادن، میگفتن نه آخوند بعد بره، با ادبیاتی که البته بهش طبقه متوسط نبود. این واکنشی هم که آقای سبزعلی پور به عنوان واکنش در واقع اوباشگونه نام میبره، درست میگن، ایشون در جریان این اعتراضات بخشای غارت شد، یعنی بخشای دیگه فقط خشونت نبود، غارت شد. این اتفاقا یکی از چیزایی است که ما باید سوال بپرسیم که برای چی این اتفاق افتاده، یعنی اینکه چرا سال 56 57 نبود، این سوالی است که من از آقای سبزعلی پور باید بپرسم که چرا اینجوری کردید کشور رو. یادمون سالهای آخر در واقع صدام حسین گفتن، به خاطر اینکه در زمان انقلاب همه هدف داشتن، لیدر مشخص بود، همه آرمان داشتن و فقط به یک چیز فکر می‌کردن، سرنگونی رژیم شاه، و هیچ کس به دنبال غارت و مسائل دیگه نبود. اما الان نه به خاطر اینکه پس بذارید روایت منم بشنوید، آقای سبزعلی پور روایت منم بشنوید، نه به خاطر اینکه جامعه سالم بود، به خاطر اینکه حکومت تا فیه خالدون زندگی مردم دخالت نمی‌کرد، جامعه آنومیک نبود، مردم هنوز به دستگاه قضایی اعتماد داشتن، نشونش اینه که سال 57 یه سری افسرای ارتش اعدام شد، یه دونه مقام قضایی اعدام نشد، مردم به ساختار اداری اعتماد داشتن، اینقدر دروغ نمیگفتن. خب آقای مهدوی آزاد شما میگید الناس و علی دین ملوکه هم، اتفاقی که افتاده، اجازه بدید که آقای علیپور جواب بدن. ببینید اون زمان این نبوده که همه چیز چون مرتب بوده کسی دزده، در هر دوره میتونه دزدی بکنه، الان هم میتونه. من عرض کردم نفی نمی کنم مشکلات مردم رو، نمیگم مردمی که اومده بودن تو خیابون همه آشوبگر بودن، نمیگم همه خدمت شما هستم دزد بودن، خدای ناخواسته من همچین جسارتی به مردم نکردم، من دارم میگم خود من هم مشکل دارم، نقد دارم به این سیستم. این مردمی هم که امروز تو خیابون بودن که شما حالا میگید مثلا اینها طرفدار نظام هم اومدن مشروعیت بدن بذار، اینا هم مشکل دارن، ولی کن اینه که من بیام بانک آتیش بزنم، برم اداره ثبت آتیش بزنم، اداره ثبتی که پرونده های مردم اونجاست، آخه این چه ربطی به اون مشکلات من داره؟ هیچ کسی نمیاد همچین کاری رو انجام بده. متاسفانه من خواهشم این هستش که مسائل رو به این شکل نگاه نکنید. توی هفت روزی که اینترنت قطع بود آنچنان فیلمی نیومده بیرون که شما اون فیلم ها رو بسام. آقای مهدوی آزاد شما تصویر تیرهوتاری از جمهوری اسلامی ارائه کردید، خیلی کوتاه فکر میکنید که حکومت یا حاکمیت با فروپاشی روبروست؟
ببینید بدبختی این هستش که حکومت هیچ برنامه بلند مدتی نداره. الان مثلا دو دهه هست شما میبینید که حکومت هی سعی میکرد از طبقات محروم یارگیری کنه، هی بالا شهری ها رو میگفت اینا مرفع بی دردن، سگ بازن، بی غیرتن، بی ناموسن، این چیزا رو میگفت، همین عبارات استفاده میکرد. الان از موقعی که حاشیه شهر قیام کرده، شما صدا و سیما رو ببینید مدام داره طبقات متوسط رو میاره جلوی دوربین، اینا هی میگن آقا اینا اومدن غارت کردن، ناامنی درست کردن. یعنی یه زمانی از فقر علیه طبقه متوسط استفاده میکرد، حالا داره از طبقه متوسط علیه فقر به بهانه شورش استفاده میکنه. ببینید اون چیزی که امثال من رو ناامید میکنه، سوال من این بود آقای مهدوی عزیز که شما پیش بینی فروپاشی یا از هم گسیختگی حکومت رو میکنید؟ همینو میخواستم توضیح بدم. با بر اساس اعتراضات هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، همه چی درست میشه. من اما بر اساس نوع واکنش حاکمیت، اینکه حاضر نشد حقایق رو بپذیره و اینجوری واکنش نشون داد، هیچ منطقی، هیچ جایگزینی، هیچ آینده‌ای جز فروپاشی قابل تصور نیست برای 5 سال دیگه. آقای علی پور، شما فکر میکنید که بحرانی بوده که اثر حکومت گذشته و حکومت همونطور که 40 سال ادامه داده از این به بعد هم ادامه خواهد داد؟ بله، ببینید 40 سال ادامه داده، از این به بعد هم ادامه خواهد داد، مشروعیت هم دارد، منتهای مراتب به شرط اینی که قوه مجریه‌ای که میاد و مسئولیت اجرایی رو در کشور به عهده میگیره از افراد متعهد، نیروهای خوب، تیم اقتصادی درست استفاده بکنه، دروغگو نباشن، با مردم راستگو باشن، صداقت داشته باشن. اگر میان قیمت بنزین رو بالا میبرن، اگه برای کسری بودجه است بیان میگن برای کسری بودجه است، اگه میخوان به مردم پول بدن، مردم پول نمیخوان که 50 تومان بدید بعد آخرش 1 میلیون تومان به مردم هزینه اضافه بگه، این یه طرف قضیه. پس مطمئن باشید هیچ اتفاقی برای نظام نخواهد افتاد. اما این آقایی که مهمون شما هستن دارن میگن این الفاظی که بی‌ناموس گفته تلویزیون به مردم و اینها، این نمیدونم کدوم تلویزیون رو ایشون گوش میکنن. اینا 40 ساله ایشون و همفکراشون تا یه تقی به پقی میخوره، جای اعتراض میشه، چمدونهاشون رو دارن میبندن، میگن همین الان میریم به سمت ایران. اگر چمدونتون رو با این وضعیت میخواهید ببندید بیارید ایران، 10,000 نفر میخواد تو این شهر بریزه، 10,000 نفر تو اون شهر بریزه، 24 تا استان داریم، تو هر استانی 10,000 نفر بخواد بریزه، به نظر شما میشه چقدر؟ میشه 240,000 نفر، نه 2 میلیون نفر، 82 میلیون نفر، 80 میلیون جمعیت. تو 80 میلیون 2 میلیون نفر کاری نمیتونن، نه لیدری دارن، نه لیدر حسابی، نه آقای علی پور. اجازه بدید که آقای مهدوی آزاد در حد 30 ثانیه پاسخ بدن و بعد هم شما اگر نکته‌ای داشتید در حد 30 ثانیه بفرمایید. آقای مهدوی آزاد بفرمایید. آقای سبزعلی پور، من که چند سال از ایران بیرون اومدم، عضو هیچ جناحی هم نیستم، عضو اپوزیسیون ایران هم نیستم، منتقدشون هم هستم. برای درجا اون چیزی که آدمو نگران میکنه، شما فقط سرنوشت خودتون و کشور رو خراب نمیکنید، تمدن ایرانی رو نابود میکنید. اون چیزی که خطره اعتراض نیست، من گفتم این اعتراض ممکنه 100 بار دیگه اتفاق بیفته، کنترل بشه. اون چیزی که خطره انکار واقعیت، انکار این بمبی است که در جامعه هست، انکار این میزان خشم، انکار این میزان مشکل. و تا موقعی که انکار میکنید، تا موقعی که با این عصبانیت مردم میگید شما براندازید، شما اپوزیسیون، شما معاندید، شما عامل خارجی هستید، ببینید روز به روز ما در بحران، در باتلاق داریم فروتر میریم. و آقای علی پور، من عرض کردم که شما و همفکراتون، نگفتم شما عضو جبهه هستید و اینا، و هیچ کدوم از این ادبیات که شما بردید رو خوشبختانه استفاده نکردم در ارتباط با شما، ولی میخوام خدمتتون عرض بکنم نظام خواهد موند، نظام مشکلی ندارد، ولی که من مدافع نیستم اینجا، من هم نقد دارم، من طرفدار مردمم، من طرفدار رفاه و راحتی مردمم، من میگم مردم در سختی نباشن. من احساس میکنم دولت اونجور که باید و شاید خوب عمل نکرده، سوء مدیریت داشته و میتونسته خیلی بهتر از این عمل بکنه و مردم رو به جای اینکه غرق در مشکلات بکنه، علیه آقای خامنه ای و سپاه شعار میدادن، نه علیه وزارت اقتصاد. آقای سبزعلی‌پور، آقای خامنه‌ای رو این وسط به حساب نکشید، شما بنویسید که آقای خامنه‌ای چسبیده به گلوتون، هر چی میگن شما میچسبونید به آقای خامنه‌ای. آقای مردم علیه آقای خامنه‌ای شعار میدادن، علیه وزیر اقتصاد شعار نمیدادن. بنزین اگر آقای خامنه‌ای نیومده بود جلو، آقای روحانی جوابگو نمیتوانست بشه. من کاری ندارم، مردم به آقای خامنه‌ای شعار میدادن، مردم علیه وزیر اقتصاد شعار نمیدادن. سران قوا قرار گذاشته بود در ارتباط با این قضیه و از اینا حمایت کرد که اینا کارشون رو درست انجام بدن. چرا شما هر چی میگید آقا؟ خیلی ممنونم، ممنونم از هر دوی آقایون. اونیا میگه دولت میخواد کار کنه، دیگران نمیذاره، ولی اسمشون نمیاره. شما نماینده دولتید و اسم اون شخص رو میارید، این خیلی ممنونم. بده. ممنونم از محمد رضا سبزعلی پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران از تهران با ما، و همینطور مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ما، و با پوزش به دلیل اینکه وقتمون خیلی کمه، سعی کردیم که وقت بیشتری بدیم، بلکه بحث یک مقداری بیشتر
نتیجه پیدا بکنه، حرفای استدلال های هر دو طرف معلوم بشه. در هر صورت از هر دوی آقایون ممنونیم. سازمان عفو بین الملل میگوید که دست کم 143 نفر در جریان اعتراض های اخیر در ایران جان خود را از دست دادند. بیشتر از 10 روز از اعتراضاتی که با بالا رفتن قیمت بنزین شروع شد میگذره و ابعاد تازه حوادث روزهای گذشته کم کم مشخص میشه. مریم افشان گزارش میده. امروز 25/8/98 بزرگراه آزادگان، مسیر جنوب شمال و محدوده شهرک راهن. شنبه 25 آبان ماه، ماشین ها خاموش، اعتراضی بدون خشونت به بالا رفتن قیمت بنزین. خط و نشان کشیدن حکومت از همان روز آغاز شد. روز یک شنبه هم رئیس جمهوری ایران از این اعتراضات به شدت انتقاد کرد. اجازه ناامنی در جامعه نباید بدیم. خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه. همان روز البته یکی از نمایندگان مجلس از برخورد نیروهای امنیتی با معترضان ابراز نگرانی کرد. ما متاسف هستیم که عده‌ای در برخی شهرها جان باختند، ولی به راستی اگر مردم عادی بخواهند یک اعتراض مدنی معمولی نسبت به این تصمیم غیر کارشناسی داشته باشند، باید به کجا بروند؟ از همان ساعت اول اعلام بالا رفتن قیمت بنزین اعتراضات آغاز شد. گویی حکومت این بار آمادگی کامل داشت. اینترنت به طور کامل قطع شد، بسیاری از مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شدند، بازی‌های فوتبال هم لغو شد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد نیروهای امنیتی نه خاموشی ماشین‌ها را تاب آوردند و نه اعتراضات مدنی دیگر را. خشونت از همان ساعت اولیه علیه معترضان شدید بود، اما هیچ خبری درباره وضعیت بازداشت‌شدگان، مجروحان و تعداد کشته شده‌ها منتشر نمی‌شد. هرچند دادستان کل کشور بدون اشاره به جزئیات گفته حال همه بازداشت‌شدگان خوب است. در این توییت روزنامه نگاری به نقل از قاسم میرزایی نیکو، نماینده مجلس، خبر از کشته شدن 130 نفر و ناآرامی در 500 نقطه در ایران می‌دهد. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود می گوید دست کم 143 نفر در جریان اعتراضات اخیر در ایران جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش 40 نفر در استان خوزستان، 34 نفر در استان کرمانشاه، 20 نفر در تهران، 15 نفر در فارس، 12 نفر در کردستان، 9 نفر در استان البرز، 7 نفر در اصفهان، 4 نفر در آذربایجان غربی، 1 نفر در آذربایجان شرقی و 1 نفر در کرمان جان باختند. عفو بین الملل در این گزارش تاکید کرده که تعداد کشته شدگان بسیار بالاتر از این تعداد است و تحقیق در این باره ادامه دارد. این نقشه استانهایی است که تا لحظه تهیه این گزارش عفو بین الملل آماری از تعداد کشته شدگان آنها منتشر کرده. بر اساس گزارش‌های مختلف بیش از 100 شهر در گوشه و کنار ایران شاهد درگیری و تجمعات اعتراضی بودند. حکومت هنوز هم آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان اعلام نکرده، ولی کم کم اطلاعات و آماری از میلیاردها تومان خسارت در حال انتشار است. خساراتی که حکومت ایران می‌گوید کار اشرار و عرازل اوباش است. بعضن یه تعداد عرازل اوباش اومدن تحرکاتی رو با فریاد زدن، در واقع یه سری اقدامات رو می‌خواستن انجام بدن که اونها هم روز گذشته همشون دستگیر شدن. حالا هم حکومت میگوید اوضاع تحت کنترل است، هر چند فرمانده سپاه امروز در راهپیمایی طرفداران حکومت گفت که ایران امروز در یک جنگ بزرگ جهانی قرار دارد. حالا و بعد از عبور از بحران، برخی از چهره‌های سیاسی حرف از حق اعتراض مدنی می‌زنند. چقدر ما خوشحال نیستیم. یه مقداری ممکنه به هر حال عوامل دیگری داشته باشه، یه مقداری هم نارضایی بوده باشه. مهم اینه که حاصلش بعد از اینکه این دوره میگذره ازش چی به دست میاد. اگر ازش یک حق اعتراض سامانمند بیرون بیاد که اعتراض مسالمت آمیز دیگه بتونه ساماندهی بشه و درست بیان بشه، این یه نتیجه ایست که بالاخره ما باید بگیم تو این چهارچوب تونستیم این مشکل رو یک بار تو این کشور
بهش شکل و شمایل بدیم. شاید چند صده است که مردم دنبالش باشن. جمهوری اسلامی ایران اعتراضات مردم رو حق اونها میدونه و در قانون اساسی و سایر قوانین برش تصریح شده. ما تجمعات مسالمت آمیز رو در کشور به رسمیت میشناسیم. بیش از 10 روز از اعتراضات گذشته، هنوز سوالات و ابهامات زیادی باقی است. سوالاتی چون چرا حکومت ایران تاب اعتراض را ندارد؟ چرا به معترضان حق اعتراض مدنی نمی دهد؟ چرا تعداد کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان را اعلام نمی کند؟ آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را به رسمیت نمی شناسد؟ مریم افشنگ، بی بی سی. رها بهرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، اینجا در استودیو مهمان ما هستن. خانم بهرینی، چطور به این عدد رسیدید؟ 143 کشته. دسترسی به اطلاعات در این روزها بسیار دشوار بوده. ما نهایت تلاشمون رو کردیم که هم با بستگان کشته شدگان ارتباط بگیریم از طریق پیام‌هایی که بعضی از این بستگان در فضای مجازی منتشر می‌کنن و بعد ما تلاش می‌کنیم که با اونها ارتباط بگیریم و مصاحبه کامل انجام بدیم. در عین حال با تمام فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی که به طور خستگی ناپذیر در این 10 روز در حال جمع‌آوری اطلاعات در مورد کشته شدگان در مصاحبه انجام دادیم و تک تک هر کدوم از اون موارد گزارش شده کشته شدگان رو مورد بررسی قرار دادیم تا ببینیم منبع این گزارش چه کسیه و به درجه ای از اطمینان در مورد معتبر بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات اون منبع برسیم. در حال حاضر بستگان کشته شدگان در داخل ایران میتونن اطلاعات خیلی مهمی رو در اختیار عفو بین‌الملل قرار بدن و ما با انتشار یک پست در کانال تلگرام عفو بین‌الملل از همه کسانی که اطلاع دارن، نه فقط خانواده ها، کادر پزشکی بیمارستان ها، پرستارها، مددکاران اجتماعی در زندان ها دعوت کردیم که اطلاعاتشون رو در اختیار عفو بین‌الملل قرار بدن، چون ما میدونیم که آمار کشتار بسیار بالاتر از این رقم 143 است. حاکمیت چرا عددی رو اعلام نمی‌کنه به عنوان تلفات و کشته شدگان این اعتراض ها؟ پنهانکاری در خصوص سرنوشت کشته شدگان و اعدام شدگان در ایران سابقه طولانی داره. مثلا ما میدونیم که آمار اعدام رو هم مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر نمی‌کنن، ولی این بار سطح پنهانکاری بسیار بالاتر از گذشته هم هست و تهاجم سازمان‌یافته‌ای که به اینترنت داشتن نشون از این داره که میدونن چه موارد گسترده نقض حق حیات رو مرتکب شدن و می‌خواستن که این رو از چشم جهانیان پنهان نگه دارن. طبیعتاً در اشتباه بودن. الان اطلاعات داره جمع‌آوری میشه و سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل مصمم هستن که مقام‌های جمهوری اسلامی رو در سطح بین‌المللی پاسخگو نگه دارن. گفتید در سطح بین‌المللی، یعنی مخاطب گزارش شما هم نهادهای بین‌المللی؟ بخش از مخاطب امروز بیانیه عفو بین‌الملل جامعه بین‌المللی در پی انتشار گزارش اول عفو بین‌الملل در مورد آمار بیش از 100 کشته ما با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو بودیم و به نوعی سکوت خبری در این مورد شکست، ولی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی بسیاری از این واکنش‌ها هنوز متناسب با فاجعه‌ای که در ایران صورت گرفته نیست. مثلا بعضی از دولت‌ها یا کمیسارعالی حقوق بشر در اظهاراتشون گفتن به نظر میرسه از خشونت استفاده شده، در حالی که ما ویدیوها رو مورد بررسی قرار دادیم، تحقیقات فنی در مورد این ویدیوها در واقع از نظر دیجیتالی وریفای کردیم این ویدیوها رو و ما میدونیم که آنچه که صورت گرفته اقدام هدفمند نیروهای امنیتی بوده برای تیراندازی به قصد کشتن معترضان و بنابراین از جامعه بین‌المللی خواستیم که واکنش متناسب تری با این حجم بالای کشتار داشته باشه. خیلی کوتاه، وقتی میگید واکنش متناسب تر، یعنی انتظار چه اقدامی دارید؟ در بهله اول اینکه به طور علنی و با شدت لحن موضع‌گیری بکنن و استفاده سلاح‌های مرگبار به طور غیرقانونی علیه معترضان را شدیداً محکوم بکنن. در شورای حقوق بشر سازمان ملل این موضوع در اجلاس بعدی باید به بحث گذاشته بشه و جامعه بین‌المللی باید یک صدا و با قدرت خواهان انجام تحقیقات فوری و مستقل بشه و گزارشگران ویژه سازمان ملل باید اجازه داشته باشن که به ایران سفر کنن و یک تصویر روشنی از ابعاد فاجعه به ما بدن. ممنونم از رها بهرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل.
شماری از مخاطبان بی بی سی فارسی مشاهدات و نظریات خودشون رو از طریق پیامگیر ما فرستادن که تعدادی از اونها رو با هم میشنویم. اگه شما هم مایلید میتونید پیام خودتون رو به شماره جدید ما بفرستید 00441588883118. تکرار میکنم 00441588883118. من با رژیم موافق نیستم ولی یه واقعیت دیدم، در جریان در صحنه بودم. این زمان مصدق شعبان بیمخ یکی بود، حالا هر گروهی یه شعبان بیمخ تشکیل دادن، باعث این مشکلات شدن. یه عده جوان بی تجربه 15-16 سالم احساساتی با اونا همکاری کردن، چون جوان هم بیکار بودن، دلخور بودن، مشکل داشتن. این جریان بود. یه عده این شعبان بیمخ زمان مرحوم دکتر مصدق ریختن بانک ها آتیش زدن. و سلام، من خواستم که بگم این کسانی که معترضین و مردم رو متهم به خشونت میکنن، واقعا نمیدونم اسمشون رو چی میشه گذاشت. این مشروعیت دادن به رژیمه که برای اینکه بتونه راحت تر آدم بکشه. کسانی که تو فضای مجازی، توی توییتر، جاهای دیگه صحبت میکنن و میگن معترضین خشونت کردن، من از شما سوال میپرسم، شما در تمام این ویدیوهای این روزها یک ویدیو میتونید پیدا بکنید که حتی یک دونه کوکتل مولوتوف در دست یک معترض دیده باشید؟ می شود باور کرد که مردمی که یه دونه تصویر از یک کوکتل مولوتوف در دست یه جوان تو این کشور نیست، بگی 1000 تا بانکو آتش زدن. در هنگ کنگ تظاهرات مداوم مردم هر روزه و حتی اشغال مراکز دولتی و آتش زدن اونها، تا امروز تنها 3 نفر کشته شده. اما این کشورهای اروپایی روزی چند بار به هر مناسبتی عکس یا مطلبی پخش میکنن و سلسله را میندازن که چین داره اونجا جنایت میکنه، به خاطری که میخوان از چین امتیاز بگیرن. این من عرض میکنم به هموطنان ایرانیمون که منتظر نباشن که کشورهای اروپایی کمکشون کنه. تو ایران الان در عرض 3-4 روز 200 نفر کشته شده. یک کشور اروپایی حرف نمیزنه، یه اطلاعیه الکی میدن که آقا محکوم میکنیم. خود روحانی هم محکوم میکنه. منتظر کشور خارجی نباشید، کسی به دار شما نمیرسه. شماری از مخاطبان بی بی سی فارسی بودن که نظرات خودشون رو با ما در میون گذاشتن. با گذشت 10 روز از آغاز قطع اینترنت در ایران، نه تنها هنوز اینترنت شبکه موبایل کامل وصل نشده، بلکه شواهد نشان می‌دهد دولت ایران ممکن است به دنبال تغییر بنیادین سیستم فیلترینگ برای تشدید فوق‌العاده سانسور اینترنت باشد. نگرانی از این است که ایران بخواهد به جای داشتن لیست سیاه برای محدود کردن دسترسی به سایت‌ها و سرویس‌های غیر مجاز، به دنبال تهیه یک لیست سفید از سایت‌های مجاز برود و دسترسی به همه سایت‌ها و سرویس‌های دیگر را کاملا ببندد. همکارم بهرنگ تاجدین اینجا با من در استودیو. بهرنگ، اول از این فراخوان بگو، ماجرای این فراخوان چیه؟ ببین، داستان از اینجا شروع شد که یک تصویر، یه عکسی از نامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ظاهراً سازمان فناوری اطلاعات ایران که زیر مجموعه وزارت ارتباطاته به دستگاه‌های اجرایی فرستاده. تو این نامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته بودن که یک سری اطلاعات در مورد سایت‌هاشون رو در واقع به سازمان فناوری اطلاعات ایران بدن، از جمله اینکه سایت هاشون به چه سایت ها یا خدمات خارج از کشور احتیاج داره. مثال هم زده شده توی این نامه. مثالی که زده شده اینه که مثلا اگر سایت شما برای کار کردن احتیاج به سرویس نقشه گوگل، گوگل مپس داره، اینجوری این فرم رو پر کنید و این اطلاعات رو بدید. گفته شده ما مستقلا نمیتونیم اصالت نامه رو تایید کنیم، ولی توی نامه صحبت از این شده که این فراخوان در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران هست، برید اونجا یه فایل اکسل رو دانلود کنید که توش فرمیه برای دادن این اطلاعات. الان در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران دقیقاً همین فراخوان وجود داره، با تمام جزئیات نیومده، ولی دقیقاً فایل‌های اکسلی برای دستگاه‌های دولتی و برای شرکت‌های خصوصی وجود داره که بیاین این اطلاعاتو بدین که بگیم برای اینکه سایت‌ها و خدماتتون کار کنن به چه سایت‌های خارجی احتیاج دارید. خب این اطلاعات در مجموع به چه دردشون می‌خوره؟ یعنی می‌خوان بگن که خودتون رو از فیلتر میتونید به این وسیله نجات بدید؟ ببین، مسئله اینی که قطعی اینترنت به خیلی از کسب و کارهای اینترنتی تو ایران تو این مدت
ضربه زده و خیلی از کسب و کارهای اینترنتی از این موضوع ناراضیان. حالا نگرانی از این نه که با جمع کردن این فهرست سایت‌های خارجی ضروری، دفعه بعدی که دولت بخواد اینترنت رو مثلا بابت یک موج دیگه اعتراض‌ها قطع بکنه، یک اصطلاحاً فهرست سفید ایجاد کنه. یعنی به جای اینکه بیاد الان در حالت عادی یه فیلترینگ فهرست سیاه سایت‌های غیر مجاز رو داریم، بعد اونجا به جای اینکه کلن اینترنت رو قطع کنن، بیان تبدیلش کنن به یه فهرست سفید. یعنی بگن شما به سایت‌های داخلی دسترسی دارین، به یه فهرست سفیدی از سایت‌های خارجی هم دسترسی دارین که کار شرکت‌های خصوصی و دستگاه‌های دولتی بچرخه. ولی این یک سیستم شدید فیلترینگ که تا الان در هیچ کجای دنیا اعمال نشده، شاید به استثنای کره شمالی که اصلا از سال‌ها پیش یه چیزی شبیه اینترنت ملی داشته، بهش یه شبکه‌ای به اسم درخشان که کلاً اینترنت نیست، یک اینترنت داخلیه. دو تا نکته هست که این نگرانی رو تشدید میکنه. یکی حرفای دو روز پیش رئیس سازمان بسیج مستضعفینه که گفته بود این سازمان به دنبال اینترنت پاکه و امیدواره با راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات دیگه ایران احتیاجی به اینترنت جهانی نداشته باشه. دومیش حرف دو هفته پیش دبیر شورای عالی فضای مجازیه که صحبت از این کرده بود که وزارت ارتباطات و دادستانی بیان یه سری اپراتورهای رسمی و مجاز برای فروش وی پی ان که الان رایج ترین ابزار فیلتر شکن در ایرانه، یه سری اپراتورهای رسمی ایجاد کنه. در اصل نگرانی از این وجود داره که در دراز مدت ایران بیاد دسترسی به این فهرست سفید رو مجاز بذاره، بگه هر کی میخواد به بقیه اینترنت دسترسی پیدا کنه باید بیاد از خودمون وی پی ان بخره، که خب طبیعتاً ضربه شدیدی میزنه به دسترسی به اینترنت در ایران. ممنونم از بهرنگ تاجدین. برای اولین بار اسناد فاش شده نشان می‌دهد که دولت چین شبکه‌ای از زندان‌های فوق امنیتی ساخته. گفته شده که هدف از ایجاد این زندان‌ها شستشوی مغزی صدها هزار نفر از شهروندان چین است. دولت بارها این اتهام‌ها را رد کرده و گفته اردوگاه‌هایی که در منطقه سینکیانگ در شمال غرب این کشور ساخته شده فقط برای آموزش و پرورش هستند. اما مدارکی رسمی در اختیار گروه بین‌المللی خبرنگاران تحقیق قرار گرفته و برنامه پانورامای بی بی سی هم آنها را بررسی کرده. این مدارک نشان می‌دهد که افراد چگونه در این زندان‌ها شستشوی مغزی و مجازات می‌شوند. سفیر چین در بریتانیا ادعای بی بی سی در این مورد را رد کرده. با یکی از نویسندگان این گزارش صحبت خواهیم کرد. اول گزارشی از ریچارد بیلتون. این مسیری است که هزاران نفر مجبور شدند از آن بگذرند. راهی به سوی اردوگاه‌های اقامت اجباری در چین. حالا می‌دانیم که اینجا چه می‌گذرد. این اسناد حاوی دستوراتی به مسئولان اردوگاه است. اجازه فرار ندهید. نظم و مجازات را افزایش دهید. توبه و اعتراف را ترویج دهید. این مدارک قابل پیگرده، اسنادی از یک نقض بزرگ حقوق بشر. این اسناد الان باید روی میز دادستان باشه. چین در 3 سال گذشته صدها اردوگاه در استان دورافتاده سینکیانگ ساخته. دست کم 1 میلیون نفر به این اردوگاه‌ها آورده شدند. بیشترشان اقلیت مسلمان. دولت می‌گوید هدف آموزش و مقابله با تروریسم است. اما این اسناد نشان می‌دهد که چرا یک ابرقدرت این همه آدم را اینجا نگه می‌دارد. آموختن زبان ماندرین اولویت اصلی باشد. دانش آموزان را به تغییر واقعی ترغیب کنید. زندانیانی که تا عقاید، رفتار و زبانشان عوض نشود، خبری از آزادی آنها نیست. وقتی بیشتر از 1 میلیون نفر در چنین شرایطی زندگی می کنند، خیلی سخته که این برنامه رو چیزی بجز شستشوی مغزی همگانی بنامیم. برنامه‌ای که برای اقلیت‌ها طراحی و اجرا میشه. سفیر چین در لندن جوابی صریح درباره این اردوگاه نمی‌دهد. او هفته پیش درباره اعتراضات هنگ کنگ کنفرانس خبری داشت، اما من می‌خواستم درباره اردوگاه‌های سینکیانگ بدانم. من به شما درباره اردوگاه‌های سینکیانگ نوشتم. می‌دونم که اونا در واقع زندان هستند. چرا حقیقت رو درباره اون اردوگاه‌ها نمی‌گین؟
اول از همه بگم در چین چیزی به اسم اردوگاه کار اجباری وجود نداره. این عنوانیه که شما روش گذاشتید. ما بهشون میگیم مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای. این مراکز برای پیشگیری از تروریسم. جسارت نشه، ولی چیزی که شما میگین با چیزی که من دیدم فرق میکنه. اسنادی که شما دربارش حرف میزنید کاملا ساختگی و جهت داره. به خبرهای جعلی گوش نکنید، به جفسازی ها توجه نکنید. اما این اسناد جعلی نیستند، بلکه مدارکی هستند درباره جنایت علیه بشریت. چین صدها هزار نفر را در اردوگاه های شستشوی مغزی به بند کشیده و حالا ما از چند و چون آن با خبر هستیم. در همین زمینه البته گفتگوی خواهیم داشت، همونطور که اشاره کردیم، با یکی از نویسندگان این گزارش، به محض اینکه ارتباطمون با ایشون برقرار بشه. ولی فعلا اجازه بدید که به موضوعی دیگه بپردازیم. چند ساعت قبل از این که دولت ایران اعلام بکنه که نرخ جدید بنزین 3000 تومان میشه، تیم ملی فوتبال ایران در یکی از حساس ترین مسابقه های انتخابی جام جهانی از عراق شکست خورد، شکستی که شانس صعود ایران به جام جهانی 2022 قطر رو به طور جدی پایین آورد. برگزاری مسابقه در روز پنجشنبه و تعطیلی روز جمعه روزنامه‌ها به همراه اعتراضات و قطعی اینترنت باعث شد تا پیامدهای شکست ایران در رسانه‌ها پیگیری نشه، ولی حالا انگار فدراسیون فوتبال ایران دست به کار شده تا مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی رو برکنار کنه. خبرهایی هم در مورد مذاکره با برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم ملی و تیم کرواسی شنیده میشه. این شایعات باعث شده تا ویلموتس فدراسیون فوتبال ایران رو به شکایت تهدید بکنه. گزارش داریم در این زمینه از پوریا ژافره. به نظر میرسد که این آخرین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران با مارک ویلموتس سرمربی بلژیکیش باشد. جلسه تمرینی که قرار بود دیر رسیدن ویلموتس به ایران را جبران کند، که البته هرگز چنین نشد و در پی آن ایران در عمان غریبانه یکی از تلخ‌ترین شکست‌های تاریخ فوتبال خود را تجربه کرد. مسابقه‌ای با طعم و بوی سیاسی که به خاطر اعتراض‌های عراق به اردن منتقل شده بود، فرصتی شد برای معترضین عراقی که صدای خود را به گوش دولت و مردم ایران برسانند. و احتمالاً این آخرین باری است که مارک ویلموتس در یک نشست خبری به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران حاضر می‌شود. او اینجا همچنان امیدوار به صعود می‌خواهد کارش را ادامه دهد. ما سعی میکنیم تمام تلاش خودمون رو تو بازی که در خونه داریم انجام بدیم و بازی کامبوج رو هم ببریم. بعد نگاه کنیم به امتیازها. حق ما بود که از دو بازی جلوی عراق و بحرین حداقل دو امتیاز بگیریم، اما نتیجه چیز دیگه از آب در اومد. اما انگار فدراسیون فوتبال ایران به این نتیجه رسیده که با این مربی بلژیکی راه به جایی نخواهد برد. در حالی که شایعاتی در مورد مذاکره با برانکو ایوانکوویچ مربی کروات سابق تیم ملی و پرسپولیس شنیده می شود، فدراسیون فوتبال ایران با بیانیه دستپاچه کمکی به ماجرا نکرده و عملا با تکذیب نکردن مذاکره با برانکو راه را برای شکایت احتمالی ویلموتس باز گذاشته. حالا در حساس ترین مقطع بعد از دو باخت مقابل عراق و بحرین، حریفان مستقیم این مرحله ایران، وضعیت تیم ملی تیره تر از قبل به نظر می رسد و معلوم نیست چطور می خواهد از این طوفان زود هنگام خود را به سلامت بگذراند. پوریا ژافره، بی بی سی. کوروش بازیار کارشناس و مربی فوتبال از فرانکفورت آلمان با ماست. آقای بازیار، ویلموتس نتیجه نگرفت، ایران به بحرین و عراق باخته، مگه این رسم دنیای فوتبال نیست که دنبال مربی جدید میگردن در اینطور مواقع؟ چرا باید ویلموتس شکایت بکنه؟ سوال خیلی خوبی بود. ما برگردیم به ابتدای کار ویلموتس. اصلا چطور شد به ویلموتس رسیدیم؟ اینا که میدونستن فدراسیون فوتبال که کیروش رو نمیخوان، کیروش میره. من یه مثال بزنم آقای موسوی. سال 2012 بایرن مونیخ ابتدای پاییز اعلام کرد که یوپ هاینکس آخر فصل از تیم ما جدا میشه و گوادیولا میاد. اون فصل یوپ هاینکس سگانه خودش رو با بایرن مونیخ در جام حذفی اروپا و جام بوندسلیگا برد، اما تیم رو جا گذاشت. ما هم میتونستیم خیلی
حرفه‌ای همزمان که کیروش داشت کارشو میکرد دنبال یک مربی بگردیم. بعد از رفتن کیروش شرایط سیاسی اقتصادی ایران، مصاحبه‌هایی که کیروش کرده بود، اینا باعث شد که هیچ مربی حاضر نشه به ایران بیاد. آقای مازیار ناظمی سخنگوی وزارت ورزش مصاحبه کردن، گفتن که نگران نباشن علاقمندان تیم ملی، ما طلوع میکنیم کلیزمن، زیدان و مورینیو تو صف ایستادن بیان و یه مربی میاریم، با ترجیبند این جمله که دلخوش به این مقدار نباشید، تهاجمی بازی میکنیم، به هر تیمی هم 7-8 تا گل میزنیم. اما دیدیم که ویلموت اومد. ویلموت چطور قبول کرد؟ الان صحبتایی که میشه میبینیم که قرارداد پرپر و پیمونی باش بستن گرونتر از کیروش. اگر به کیروش گفتن آقا شما ما رو به جام جهانی ببر، هر چی خواستی، هر چی کردی، هر چی گفتی ایبی نداره، احتمالاً به ویلموت گفتن هیچی نگو، هیچی نخوا، جام جهانی هم ما رو نبردی، نبردی. چرا که میخواستن طلوع کنن، میخواستن یک کاری بکنن که خلاف کارهایی بود که کیروش انجام داده بود. آقای بازیار، حرف از برگشت برانکوس، میدونیم که اون با پرسپولیس مسئله داشت، بعد رفت در اون شرایط عربستان، بعد اونجا هم بالاخره کارش آخر عاقبت خوشی پیدا نکرد. چقدر این موضوع جدیه؟ خب اولین سوالی که به ذهن یک علاقمند به فوتبال خطور میکنه این هستش که چطور مسئولین فوتبال ایران وقتی که برانکو یک پرونده باز در فیفا علیه فوتبال ایران داره به اون فکر میکنن. حالا ما اصلا کاری به صحبت کردن و دیدار ایشون با سفیر ایران در زاگرب نداریم، اصلا چطوری فکر کردن منافع ملی، غرور ملی مگه چه معنی داره؟ آقای موسوی، این چیزایی هستش که باید بدونیم، فراموش نکنیم آقای برانکو از یک حمایت چند لایه‌ای در مطبوعات و رسانه‌ها و تحلیلگرای داخل ایران و حتی خارج ایران برخوردار است. کسانی که توی دهن مربی تیم ملی میزنن، مربی انتخاب میکنن، به پشتوانه سایت‌ها و همکارانشون مربی میبرن، مربی میارن. و متاسفم این رو هم اضافه کنم که برانکو با چند بازیکن از بازیکنان حال حاضر تیم ملیمون هم اختلاف نظر داره و یکی ازشون که شاخص‌ترینش هست سردار آزمون است که کارشون بالا کشید. نمیدونم چطور میشه به این مسائل فکر کرد. ممنونم از کوروش بازیار، کارشناس و مربی فوتبال از فرانکفورت آلمان با ما. برگردیم به خبر افشای اسنادی که دولت چین رو به بدرفتاری با اویغورها و ساخت زندانهایی برای شستشوی مغزی متهم کرده. بتنی آلن ابراهیمیان، خبرنگار ارشدی که گزارش اخیر در مورد اویغورها رو منتشر کرده، از واشنگتن با ماست. خانم ابراهیمیان، از نظر شما تکانده‌ترین بخش این گزارش چیه؟ تکان دهنده ترین بخش این گزارش استدلال خود اذعان خود دولت چینه که این گزارش ها اختیار، این اردوگاه ها اختیاری نیستند، در عمل یک زندان هستند و هدفشون دکترینه کردن یا شستشوی مغزی دادن از ساکنان این اردوگاه هاست و این نشون میده که دولت چین به طور پیوسته مشغول دروغ گفتن بوده. چیز دیگری که خیلی تکان دهنده و شوکه کننده است اینه که بسیاری از این دستگیری ها و حبس ها به کمک یک نظام الگوریتمی و پلتفرم های گردآوری داده ها انجام شدن، یعنی افرادی که سیستم، نظام اونها رو مشکوک ارزیابی میکنه به واسطه این الگوریتم ها و به واسطه یافته های این الگوریتم ها داخل این اردوگاه ها زندانی میشن. چقدر شکنجه در اونجا جریان داره یا وادار کردن افراد به کارهایی که خودشون نمیخوان؟ کل این سیستم داره افراد رو وادار به کارهایی میکنه که مایل به انجامش نیستن. اگر از شکنجه فیزیکی صحبت کنیم، در سندهای ما ذکر نشدن، اما بسیاری از شاهدان عینی و کسانی که از این اردوگاه خارج شدن میگن که یا شخصا شکنجه رو تجربه کردن یا شاهد اون بودن. من فکر نمی کنم که فلسفه اصلی این اردوگاه ها شکنجه باشه، ولی در کل این سیستم یک
نقض حقوق بشر که نمیشه متوقفش کرد. باید بگم که خود صرف نفس این اردوگاه‌ها یک نوع شکنجه و شکنجه روحی است. اینکه اینها وجود دارن و اینکه در این اردوگاه‌ها از اویغورها میخوان که اسلام رو محکوم کنن، هویت خودشون، فرهنگ خودشون رو محکوم کنن و اذعان کنن، اقرار کنن که عاشق حزب کمونیست هستن. اینکه اونها رو از خانواده‌های خودشون جدا کردن و هیچ وقت نمیدونن که آیا اصلا به خانواده خود باز خواهند گشت نه، این همش مصداق شکنجه است. در مورد اویغورها هم مسائل قومی وجود داشته در استان سینکیانگ چین و همینطور مذهبی. اساساً دلیل اصلی این اردوگاه ها موضوعی مذهبی است، میخوان اینها از اعتقادات خودشون دست بردارن، یا موضوعی قومی است، گویا اینکه بر ترکستان چین تأکید نکنند؟ هر دوی این دو مسئله هست. گزارشی که هفته پیش نیویورک تایمز منتشر کرد نشون میده که مقام‌های چین از جمله شی جین پینگ به واقع فکر می‌کنند که چنین برنامه‌هایی، چنین اردوگاه‌هایی یک جور فعالیت ضد تروریستی است. اونها در واقع از تروریسم می‌ترسن، از تروریسم اسلامی می‌ترسن و از ظهور داعش خیلی نگران بودند. تعداد کمی از اویغورها به داعش پیوستند در گذشته. بنابراین این المان‌ها وجود دارند و اونها اومدن کل مذهب اسلام رو برابر کردند با تروریسم و بنابراین سعی کردن که با اون مقابله کنن و احتمال تروریسم از جانب این افراد رو در عمل با محو کردن اسلام احتمال تروریسم رو کاهش بدن. اما این تنها جنبه قضیه نیست، اونها نگران تمامیت ارضی چین هم هستن و یک جنبش جدایی خواه قومی در سینکیانگ هست که مدت هاست که حضور داره و شی جین پینگ میخواد که این جنبش رو قلقم کنه. هو میخواد هم از نظر فیزیکی اونها رو حذف کنه و هم میخواد که هیچ نوع هویت قوی غیر چینی و وفاداری غیر چینی اونجا، حالا چه قومی باشه چه مذهبی باشه، وجود نداشته باشه. بتنی آلن ابراهیمیان، ممنونم از حضور شما در برنامه و ممنون از شما بیننده هایی که تا این لحظه برنامه 60 دقیقه رو تماشا کردید. شب و روز بر همه شما خوش. We'll be right back.